از آن خوب برنامه اکسیژن در بحث هفته خواستم در رابطه با برس ویتیلیگو یا سفید شدن رنگ جال یا پیسک چیست و چگونه ایجاد میشه که برای بحث بیشتر این موضوع در استودیو با خود با هنمل دکتر سمیع دلیار متخصص امراض جلدی و مقاربتی را با خود داریم. سلام و احترامات خیشه به بیننده محترم تلویزیون تقدیم میدارم. ممنون. سلام. ویتیلیگو یا برس چیست و چگونه ایجاد میشه و گریبانگیر چه کسانی بوده میتونه؟ ویتیلیگو که بروی را برس میگن در بین مردم معمول است و یا به اصطلاح عامیانه ایر پیس میگن، عبارت از یک تشوش سباقی جلد به صورت کسبی است که متاسف است با تغییر رنگ که خوب محدود شده میباشه و به این مرض اجرات ملانوسایت یا اجراتی که رنگ جلد میسازه به این تخریب میشه و در نتیجه در نایه لکه های سفید رونما میگرده و در این نایه موهای جلدم نیز سفید میشه و رنگ سفید به خود میگیره که غشای مخاطی و جلد مصاب میسازه. بسیار خوب. دکتر سیم، کدام عوامل زیادتر سبب ایجاد ویتیلیگو نظر شخص میشه؟ یعنی اسباب عمدهش چی بوده میتونه که پیش یک شخص چنین حالت در جلدش ایجاد میشه؟ مرض ویتیلیگو گرچه در بین مردم ایرا به نام پیس یاد میکنن و ایراس دارن، ایراس زیاد دارن به خاطر که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت است از الله که مرض جزامه یا لپره ایرا گفته بود که مردم وقتی که مریض جزامه میبینه مثل که از شیر میگریزن از یم بگریزن و این نسل به نسل انتقال کرده و مردم مرض پیسه یا ویتیلیگو را فکر میکن که مرض جزام است، در حالی که مرض جزام یک مرض ساری است. ولی ویتیلیگو مرض ساری نیست، صرف رنگ جلد تغییر میکنه و لکه ها در جلد و در غشای مخاطی بوجود میاره و بعضا موهای نایه هم سفید میشه که از این مردم و عزیز ما باید این تشویش نداشته باشن. بعضا دیده میشه که فامیلای کسایی که مصاب به مرض ویتیلیگو است زیاد تشویش دارن، مخصوصا مادرها وقتی که به ماینخانه مراجعه میکنن ایوازی که مریض دلداری بوده به گریه شروع میکنن و مریض فکر میکنه که البته مصاب کدام مرض خطرناک است که فامیل زیاد گریه میکنه، در حالی که مرض ساری نیست، میکروبی نیست، کشنده نیست، به کس دیگه سرایت نمیکنه. از این خاطر در جهان به این مرض زیاد توجه نکردن، گرچه در حدود 30 الی 60 میلیون مردم جهان به این مصاب است و حتی در امریکا که یک کشور پیشرفته است 5 میلیون از مردم مصاب مرض ویتیلیگو است. این مرض ساری نیست، قابل تشویش نمی باشه و کدام کامپلیکیشن یا اختلاط یا عوارض جانبی که خطرناک باشه برای مریض با وجود نمیاره، صرف جلدش رنگش تغییر میکنه که هم قابل تداوی است. خب دکتر صاحب، وقتی که مریض به معاینه‌خانه یا نزد دکتر در کلینیک یا شفاخانه وقتی که مراجعه میکنه شکایت عمده مریض از چی میباشه وقتی که در جلدش چنین تبارز میته و منظورم از اعراض علائمی که نشان میته در نزد مریضی که ویتیلیگو داره چی بوده میتونه؟ وقتی که مریض مراجعه میکنه از لکه‌های سفید در وجه خود مخصوصا دخترها زیاد از این رنگ میبرن چون زیاد توجه دارن به زیبایی خود در وجه و در نواحی که قابل دید است، در دستاش و یا روش یا اجفانش اگه پیدا شده رنگ میبره. حتی آلات را ما دیدیم که نامزادها وقتی که نامزاد شده به ترک دیدن جدا شده و در حالی که مرض خطرناک نیست تداوی بسیار زود تداوی میشه، در صورتی که مریض به صورت دوامدار و منظم مراجعه کنه.
در اینجا در افغانستان ایواز که دکترها و متخصصین ورزیده چه در مزار چه در کابل در اینجا وجود داره، اینا ایواز که پیش متخصص جلدی برن، اونا به طبیبای یونانی و کسایی که کلاهبردار هستند، مثل کسی بود که یک سواد کافی هم نداشت و در اونا را در اون دست خود میگذاشت، مردم فریب میتن و هر مریض دو لک یک نیم لک از پیش را میگیره و بالاخره نتیجه هم نمیتن. اگر مریضا به صورت منظم و دوامدار نزد متخصصین و معالج جلدی مراجعه کند، تداوی از این بسیار آسان است. هر یک از دکترهای جلدی میتونه ای را تداوی کنم. بسیار خوب. چگونه بیماران وقتی گفتین چون یک سلسله مشکلات روانی دوچارشان میشن، از نظر شما چگونه بیماران میتونن که به جنبه های روحی روانی در مسائل به ویتیلیگو هستن فائق بین و با این مبارزه کنن و از این مشکل و البته بتونن که از این مشکل براین؟ مریضایی که میبینه که لکه های سفید در جلدشان است و فرمیلا و اطرافیانشان هم کسایی است که از این مرض آگاهی کامل نداره، اونا احساس در مقابل از اونا عکس العمل نشان میده و این باعث از این میشه که مریضا افسرده شده و بعضی از مریضا که در مکتب هستن از رفتن به مکتب اجتناب میکنن. برای رفع این نقصه وظیفه اطلاعات جمعی است، وظیفه خود ساعت آمه است که از طریق اطلاعات جمعی از طریق رادیو تلویزیون بر مردم تفهیم دارد که مریضی ویتیلیگو یک مریضی عادی است، یک تغییر رنگ جلد است، سوری نیست، به کس سرایت نمی کنه، قابل درمان است، تا ای که مردم در مقابل مریضا عکس العمل نشان نده و مریضا رنگ نبرن. از نظر شما پیشتر در رابطه با سن و جنس گفتین این ویتیلیگو یا مرض پیس وقتی که شما گفتین یافت، از نظر شما زودتر از نظر سنی در کدام سنها بیشتر می باشه؟ نزد خانم ها بیشتر است یا نزد مردها؟ این مرض در سن 10 الی 30 ساله بله رمصاب میکنه، ولی بیشتر بین سنین 20 الی 30 ساله اسایی که ما گرفتیم در اینجا کار تحقیقی داشتم بالای ویتیلیگو در اسایی که در ظرف چندین سال ما کار کردیم مصابین از این بین سنین 20 الی 30 است، ولی از 10 تا 20 ساله هم مصاب میشه و پایانتر از 10 ساله هم بعضا مصاب ویتیلیگو میگردن. بسیار خوب. اصفات اجتماعی قریجان نیست در نخواست سلام با شما داشتن، گفتن آیا لکه سفید میتونه گسترش پیدا کنه یا زیادتر شده و چی زمانی گفتن لازم است که پیش دکتر باید رفته مراجعه کنه و مشکل خود بگوین؟ لکه های ویتیلیگو چند نوعی رو میگره، یک چکلش هست که شکل فسیالش هست که وجه مصاب میکنه، یک الا دو عدد میباشه و بعضا اجفان میگره که خوشبختانه لکه های فسیال که وجه و اجفان میگره این نتیجهش بسیار آنی است نسبت به دیگه احساس وجود بلد. نتیجه بهتر میشه و جور میشه. دیگه شکل سگمنتالش هست که به صورت یک طرفه میباشه و بعضا این انکشاف میکنه و دو طرفه مصاب میسازه که قسمت های دیگر قسمت وجود در اینجا مصاب میشه و میتونه که انکشاف کنه و بزرگ شوه. بسیار خوب. دکتر با وجود آمدن خود ویتیلیگو چی عوارض میتونه با وجود بیاره؟ یعنی چی عوارض را در بدن داشته باشه و اگر تداوی نشه چی اتفاق خواهد افتاد؟ ویتیلیگو طور که قبلا حضور شما به عرض رسانیدم، ویتیلیگو دارای کدام اختلاط یا عوارض جانبی نمی باشه. بله. اگر تداوی نشه ای به مریض کدام نقص نمی رسونه، صرف در اشکال یونیورسال یا یونیورسالش که تمام سطح وجود بگیره یا جنرالایزش یک شکل اونیش، این چون اکثر قسمت وجود سفید میشه مریض از این رنگ میبره، تنها این نقص داره که بعضا پیشرفت میکنه و از این مریض تشویش نداشته باشه.
آیا راه‌های پیشگیری و جلوگیری برای ویتیلیگو وجود داره یا شخصی که نخواهد یا اگر در وجودش کم هم است اگر بخواهد که پیشگیری یا جلوگیری کنه وقایه کنه چگونه باید چگونه بتونه که از ویتیلیگو وقایه شود؟ طریق وقایه ازی وجود داره. قبل ازی که در مورد وقایه ازی گپ بزنیم که مریض ویتیلیگو را چه قسم وقایه میکنیم باید در مورد ایتیولوژی یا اسباب ازی صحبت کنیم. بسیار خوب. ویتیلیگو یک تشوش سبابی جل است که تا 100% در مورد ایتیولوژی ازی نظر خاص داده نشده. بسیار خوب. ولی تئوری‌های مختلف موجود است در مورد پیدایش ازی مرض. یکی تئوری اوتوامون است که انتیبادی های در وجود خود شخص موجود است که این اجرات که ملانوسایت که رنگ جلد می سازه خود به خود این را تخریب میکنه. بله. و دیگر تئوری که ما داده عبارت تئوری نوروجینیک است یا تئوری است که مریضان که مصاب امراض عصبی هستن یا تشویش میکنن یا فشار روحی بالایش وارد میشه، مثلا اگر یکی از اعضای فامیلشان فوت کنه و یا در شرایط کنونی که شرایط جنگ است وقایع ویتیلیگو بسیار زیاد است، مخصوصا وقایعش در مناطقی که جنگ بیشتر است، مثلا در سرپل، در آقچه، در میمنه و نوایی که دوردست هستند تا فشارهای روحی و روانی قرار دارند در اونجا زیادتر است. و همچنان فقدان مواد غذایی، کمخونی، ای هم باعث ازی میشه. تردیدات و عملیات ها، مثلا شخص عملیات میشه، اگر عملیات ها برای صورت میگیره کم خون میشه، ضعیف میشه، در وجود از این بعد از عملیات بعضا ویتیلیگو با وجود میاد. یا یک اسه وجودش با تردید با ضربه مواجه میشه زیاد با وجود میاد. و چیز دیگه که هست در بعض کتاب ها گفتن که 30% ارثیت در این رول داره. بله. ارثیت رول داره، ارثیت در رنگ جلد هم رول داره، مثلا بعضی کسا داره رنگ گندمی، بعضی داره رنگ سفید، بعضی داره سیاه است. این ویتیلیگو هم میتونه که ارثی باشه. 30% بعضی علما گفته که ارثیت رول داره، ولی در مدت چندین سال که ما به خاطر کار علمی تحقیق کرده بودم دریافتیم که بالاتر از 30% ارثیت دی رول داره. که جین آی مخفی اگر پدر مصاب ویتیلیگو به شکل مخفی باشه و یا مادر به شکل مخفی باشه، طفلی که از ما به دنیا میاد بعضاً مصاب ویتیلیگو است. از این خود نه تنها ویتیلیگو بلکه بعضی امراض دیگه اون وقتی که اقارب نزدیک با هم ازدواج کنه او میتونه شکل بارز در وجود از انتقال کنه. کسایی که موهای سرشان در جوانی سفید میشه، اولین اعراضش ایست که در شکل ارثیش که موهای سر قبل از اینکه بله. به سن بلوغ برسه، پیری برسه، به سن کولت برسه، این چی میشه؟ سفید میشه. از این خاطر کسایی که موهای سرش در طفولیات یا در جوانی سفید میشه باید توجه کنن به این. آیا به خاطر وقایش گفتین آره میرسیم به وقایع ازی. وقایع ازی اولین چیزی که هست باید تشوشات روانی ازی برطرف شد. کسایی که مصاب کمخونی هستن کمخونی ازی باید تداوی شد. کسایی که به فقر غذایی هستن، فامیلی هستن که مواد پروتینی نمیگیره، که پروتین ها، ویتامین آ، بخصوص اون ویتامین بی دو و بی دوازده، بله، آهن، کاپر یا مس، این بسیار رول داره در این که رنگ جلد بسازن. به مریضایی که البینیزم یا خدری هستند، بله، در اینا یک انزامی به نام تایروسیناز است که این وجود نداره،
یک توسط یک میخانیکت که تایری سیناس، انزایم تایری سیناس خو دوپا با دوپامین و دوپامین رنگ جلد و ملانین هم میسازد. در این ساختن هم میتونه یک بلاک بوجود ما از این خاطر پلکش و عبروش و موهای سفید میباشه. بسیار خوب. ولی در این انزایم تایری سیناس موجود است ولی یک بلاک بسیار خفیف است. این که چی باعث از این میشه که بلاک بوجود نه طوری که قبلا گفتم پلمتیزوی مشخصی وجود ندارد که او را بفهمند. ولی باید این مریضا تشویق شوند که مواد پروتینی بگیره، آهن بگیره یا کسوه است در یک فامیل که گوشت را قطعا خوش ندارند. بله. مواد پروتینی را خوش نداره. از او استفاده نمیکنن. باید برازو توصیه شود که مواد پروتینی، ویتامین آ و خصوصا ویتامین ای که در شفافیت جلد رول داره، ویتامین بی، ویتامین سی ای را بگیره و همچنین از شعاع آفتاب استفاده کنن. خب. از نظر شما دکتر صاحب بهترین شیوه تداوی برای اشخاصی که مصاب به ویتیلیگو هستند چی بوده میتونه؟ با کدام راهکارها باید درمان شوند؟ در قدم اول سایکوتراپی صورت بگیرد، تداوی رویی و روانی برای مریض صورت بگیرد، تداوی رویی که مریض رویه بتیم که مرضش ساری نیست و کسیگه انتقال نمیکنه و قابل تداوی است. تشویش جدی نیست. که مریض مطمئن شد به که ویتیلیگو ساری نیست. ممنون دکتر صاحب. سمی دلیار متخصص امراض جلدی و مقاربتی. از این خوب برنامه اکسیژن ادامه برنامه را پس از یک وقفه کوتاه دنبال میکنیم. Thank you.